هم خودم حس میکنم، هم طرفدارام حس میکنن، همه اینو میبینن که مثلا چجوری دارم کار میکنم. اینا لازمه گاهی وقتا باید تا دم چیزام برسی فایده نداره، بعد کاملا به گا بری بخوری تای تایش تو باونس بک اپ کنی، یعنی بعد بشکونی خودتو شکسته بشی که دوباره نو خودتو بسازی. تا اون پیش نیاد اتفاق نمیافته. آخه ما توی شانس داریم که خب یه سابقه داریم، یه رزومه داریم که بر اساس روی اون ما میتونیم هی خودمون رو بسازیم. یعنی یه بنایی هست که ما دیگه، من احساس میکنم هر چندم کراش کنیم یه صفر صفر نمیرسیم، مثلا یه جایی هستش که خب دوباره خودمون رو میسازیم، یه نوسانی هستش توی کریر پروجکتور. ولی خب یه واقعیت دنیا امروز جاری داشتم، هم چند پیش داشتم مقاله در مورد صنعت موسیقی و بیزنس و پول و ایناش نگاه میکردم. تو قبلا مثلا کاملا سیستم یه جور دیگه بود که تور میکردی، یه آلبوم برای چند سال پروموت میکردی. خب الان همه میدونید دنیا سینگل و وایرال شدن رو تیک تاک مصرفی و کوک استایل میشه، همه چیز خیلی سریع شده. و خب مثلا هم من خودم خب فکرام تو اینجوری، مثلا من هم موزیک میزنم، اجرا میکنم، پادکست میذارم، تئاتر میرم، کار فیلم یه ذره میکنم. من یعنی مجبور شدم که خلاقیتمو توی چند خیلی مالتی دیسیپلینری بکنم، توی چند جای مختلف که بتونم تامین کنم خودم. آره. انقدر سخته توی دنیای هنری آدم خودشو تامین کنه که خیلی بچه‌ای که مثلا من مثلا آقا ما چجوری آرتستری موزیسین شیم میگم نمیدونم دنیایی که من توش بزرگ شدم و دنیای موزیسین من میگم بهشون میگم که یه سعی کن یه ویدیو وایرال توی تیک تاک بگیر مثلا یه جوری درست کن. ولی خیلی خیلی فرق کرده دیگه توی این. برای همین من میگم یوتیوب و کانتنت و اینا، خب اگه بتونی آدم در موردش اینجوری باشه به نظر من باحال‌ترین راهه. خیلی باحاله. من یوتیوب خودم میگم، آره اینکه میگه تامنیل و اینا، منم اون جرن... چی میگن اون گذروندم این داستانا رو و اولش جدی نمیگرفتم. مثلا بچه‌ها میگفتن تامنیل خیلی مهمتره، میگفتم آقا چرا انقدر باید تاثیر بذاره تامنیل؟ بعد گفتم خب کس خوبه اینکه اولین چیزی که مردم میبینن اونه دیگه، اگه اون توجهشون رو جلب کنه میان میبینن، اگه نکنن. خیلی تو حالا خودت مثلا راضی از رویه یوتیوب تو اینا؟ من آخر جلوش نی که مثلا من خب آدیو مثلا بالای 40 میلیون دانلود داشتم. خیلیه، همین این اگه مثلا رو یوتیوب بود خیلی پول. ولی مردم بیشتر پادکست منو بهات صوتی مصرف میکنن تا ویدیویی، چون تو راه کار، توی ماشین، توی سر کار، سر ظرف شستن، تو حموم، حتی بعضی وسط سکس هم شده به هم گسکل که جور راست میکنی شعرهای منو میشنوی و صدای منو میشنوی. چون من اینو داشتم مثلا قدیم فهم میکردم خب من اینستاگرام 2 میلیون فالوور دارم، میزنم یوتیوب میبینم میان همشو میان یوتیوب، در صورتی که نمیدونم یه تنبلی یه چیزیه یا یه سریات وابستن به یه پلتفرمه، یکی تمرکزشون اینستاگرامه به عنوان مصرف کننده، حالا هم به عنوان کریئتور بعضی اونجوری ان، هم به عنوان مصرف کننده اونجوری ترانسفر نمیشه به یوتیوب، هر چقدر اینستاگرام لینک بذاری و اینا میدونی، یا تو توییتر هم همینجور میذاری آدما مال اونجان. یوتیوب کامیونیتی خودشو داره که اتفاقا بهترین کامیونیتی طرفدارات تو یوتیوبه، یعنی بخوای رده بندی کنی از نظر وحشی بودن و فوش دادن و اینا، توییتر از همه چیزتر هم اصولا، خیلی حالا شد فارسیش چه انگلیسیش خیلی قاطی ان و مردم اگریسیو، بعد اینستاگرام بعد یوتیوب. مثلا یوتیوب کلا خیلی کامنت و فوش و بد و عصبانی اینا نمیبینی کلا زیر ویدیو اینا. ولی این یه چیزی هست که هست، مثلا میخوام ازت بپرسم که تو که لیسنرات بیشترن ها رو هم رفته. آره نسبت به یوتیوب و میدونم. آره ولی مثلا میگم دیگه از من مثلا من به تو موضوع بزودی یه پادکست انگلیسی زبونم میخوام راه بندازم، حالا فکر نمی کنم عدداش به نزدیک منسی و راستی بشه اینا. ولی بازم میگم برای اینکه با تو برانچ اوت کنم، من یه چیزی که خب برام پیش میاد، من برای تام شاد باشه این داستان توی تور کردن و اینا، خب خیلی طرفدارام خیلی بیشتر شده، پادکست خیلی کمک کرده شوام سوداتر بشه، خب میبینم دیگه این رقمه هر دفعه شوام بزرگتر میشن و استقبال خوبی میشه. ولی محدوده تایخشو اگه بخوای فقط من که چخ ابی نمیشم، ببین چی میگم، من هیچ وقت توی اون، من خیلی موزیکمو فلسفمو دنیام توی فرینج و توی حاشیه‌های فرهنگمونه، من توی عام نیستش کاری که میکنم. برای همین حالت واقع بینانه هم دارم که خب آقا من میدونم اینجا خیلی محدوده، من آدینسم سقفش مثلا اینقدر، نمیتونم الکی بگم یه روز 10000 نفر میتونم سل اوت کنم اینجا، بگم آقا ولی بتونم مثلا به 1000 نفرم برسم درآمد خیلی خوبی خواهم داشت. درسته، یعنی تورام مثلا اگه مثلا 400 500 نفر بتونم اینو به 1000 برسونم قشنگ اون که میرسه، چون تو سیستمت خیلی بالا حالت گراس روتسی داره. مثلا یه جوری فنای موزیک تو پادکست تو اینا میگم من قاطی شده و همینه که اینجوری داری میری شو میذاری، نه پروموتر گنده پشتشه نه چیز دیگه، خیلی خفنه. آره من منیجر و ایجنت و همه چیزامو رو فایر کردم به خاطر اینکه مثلا 50000 دلار پول در میومد، آخرش من چک 2000 دلاری میدم، گفتم لاشیا بقیه پول کجا رفته، نمیشه که به من اینقدر بدی، میدونی؟ گفتم خیلی کثافت کاری این واسه
درصد من صد تا پیش میاد و اینا. خب خودت فکر میکنی الان بیشترین بهترین پروموشنی که میکنی از کجاست؟ بیشترین جایی که مردم ازش میفهمن و میان تیکت، پادکستت یا اینستاگرامت یا کجاست؟ مثلا میگم پادکست بیشتر، یعنی کسی که مثلا پیگیر کارای منه، پیگیر فلسفه منه، پیگیر اون دنیایی که من ساختم. و من یه چیزی که خیلی زیاد میشنوم توی کنسرتام یا توی هر جایی که مثلا ایونتی چیزی داشته باشم، من میگم رام انگار اومدم یه مهمونه خانواده، انگار با اینکه هیچکون نمیشستم همه قریبا، انگار همه آشنا، وای به همه یکیه، وای به همه یکیه، انرژی خوبه. من چرا کنسرتام کسی دعوا نمیکنه؟ نه دعوا نمیشه، بلکه هزار نفر عاشق میشن، یعنی آخرش با هم میخوابن، ازدواج میکنن فلان. یعنی یه دیتینگ اپ بزن. آره فکر کنم یه سایت بذارم onlyjack.com. خانم خوشم با یه دختره تقام تو برلین بودم و اومده بود هتل ما، با هم کلی حال کردیم وسط سکس، یهو گفت وایس وایس، چون یه بهم نشون داد که اونلی فنز داره و اینا، گفت بیا مناته با هم، تو اولی مثلا سلبریتی میشی که اونلی فنز. گفتم بابا خب بعد از یه ماه مثلا فلان منو ببینم حوصله‌اش سر شده، ما اول پول در کی بخواد منو ببینه؟ خپل پشمالو مثلا مثل کرگدن و یارو مثلا نمیدونم جذابیت چی میتونه باشه. کدیش خودشو داره کار میکنه چه میدونم، ولی این من برام مثلا خجالت نمیکشم مثلا تو خامیت حاضر مثلا اونلی فند، ولی برام بیشتر بحثش اینه که خب این میتونه کانس میارزه برای اینکه یه ماه درآمد داشته باشم، کون لخ برم مثلا سکس کنم فلان اینا. اگه میدونم مثلا میتونست چیز کانسیستنت و فلان باشه، یا یه تمی داشته باشه و هر ماه مثلا یه کازپلی و فلان و اینا، یه چیز جدید شاید. آره. مثلا چون دنیای امروز هم خیلی سکس پوزیتیو تر و خیلی ریلکس تر از این بحثا. آره همین، ولی همین که فکرش هم میکنم برام خنده داره. آره آره آره. مثلا میگم خودت سه با تو 42 ساله مثلا وارد پورن اینداستری مثلا ایندیپندنت بزنید تو کارو پورن، یه کرکتر مگه درست کنیم مثلا، یه آوتفیت یه کرکتر جدا درست کنم واسه پورن، یه حاج آقا یه چیزی. من یه تو پادکست خودم تعریف کنم، خب من چون خیلی در مورد سکس و اینا صحبت میکنیم زیاد تو پادکست، و لایف استایل من خیلی نان مونوگامس و پلی امورس، یه بدبختی که پیش میاد توی این داستان اینه که همه فکر میکنن سکس من خداست، ولی معنی نیستش که نیستش. ولی خب از هر دغدغه چند تا من ریدم یا نمیتونم راست کنم، یا حال ندارم، یا انرژیم خوب نیست، یا دغدغه دارم، دیپرسدم، خط زدی. این بدبختی که توقع، اگه منظورم فقط با دختر ایرانی غیری هم نیست، بحث جدا، چون ایران میگه به تخم که کینگ رامی مثلا، مثلا کاملا با یه روش و با یه صحبت و با یه دیالوگ دیگه وارد رابطه بشم. و اون آدم مثلا ایرانی خب میدونه من خیلی آدم ریلکس، میدونه لایف استایل من چجوریه، خیلی راحت تر اون رابطه برقرار میشه. ولی یه توقعی هست و اون توقع رو من فشار ایجاد میکنه، بوتی ساختن از نظر پرفورم، اگه خوب پرفورم نکنم. تو من چیزی که مدرک شدم توی پچ کردن در مورد سکس، به نظرم حالا چون غلط باشه این حرفا، من فکر کنم دخترها خیلی بیشتر دیتیل، نمیگم پسرا حرف نمیزنن، نه 100 درصد دخترها خیلی بیشتر، دخترها یعنی قشنگ مثلا دخترها قشنگ میگم مثلا با تمام مثلا سایز پسرای مثلا سلبریتی من قشنگ برام رو جدول کشید کی خوبه، نمره های کی خوبه، یعنی اینا خیلی به دیتیل تر به این چیزا. این خیلی جالبه چون آره از اون بعد پسرا کلا دهن لختر ان همینجوری جنرالی راجع به همه چیز. الان من توی سن بالا اصلا یعنی نمیدونم کسی که اون بیشتر مثلا فلانی بود چی شد اینا، اصلا در مورد نه دخترها خیلی کامل صحبت میکنن، خیلی دیتیل بیشتری میدن اینا، یه جوری انگار مثلا یه حالت گاسیپشو دوست دارم خیلی با هم راجع به اینا. ولی من خودم ایشام نرفتم راجع به دوست دختر، راجع به هر کسی مثلا دیتیل کامل میام پس دوست دارم. البته برای منم تبلیغ خوب میشه خیلی. آره. این چیز خوبش هم یکی بگه خوب بود اون به دو نفر دیگه بگه میگه. آره تبلیغات میشه، ولی الان زیر 45 دقیقه شاکی میشم علت بکنم یه بوت سا. آره خیلی باشن. خب سن آدم که میره بالاتر خب طبیعیه تو تستوسترون میاد پایینتر، و من خودم خب از این طرفی هم واقعا دوست دارم بتونم یه زندگی یه ذره نرمال و ثابت‌تری داشته باشم، چون که دیدی داشتم همش بود، من اینقدر لایف استایلم نومادیکو در حال کوچ نشینی و صف، من 5 ساله توی چمدون زندگی میکنم، نه خونه خودم رو داشتم نه اتاق خوابم. مثلا خب مامانم الان مثلا چند سال اومده ونکوور، هر از گاهی سوک میکنه، سالی مثلا یه ماه دو ماه شاید برم اونجا سوک کنم، ولی اکثر وقتم توی سفرم. و خب توی این پروسه توی خونه مردم، رو مبل مردم، تو تخت خواب یکی ام، توی اتاق گاراژ یکی ام، هر جا که بهم جا بدن، و یه هیجانی داره، یه چیز خیلی پانای مثبت داره، و یه جا به بعدم آخه اون لایفتم یه ذره اعتیاد آورم هست دیگه، همیشه حال سفری. من همیشه میگم برای من معبد من فرودگاه یا قطار یا با استیشن، مثلا بخصوص اروپا اون سنترال استیشن های گنده است که همه قطار رو میاد، چون احساس میکنم هر دفعه سواری قطار یا اتوبوس یا هواپیما میشم انگار همه گناهام پاک میشن و همه چیز از صفر شروع میشه، و میتونم برم توی اکیپ جدید و رفیقای جدید، و این تنوعی که هر شب بتونم برم سر میز شام با یه سری آدم جدید باحال بشینم صحبت بکنم و یاد بگیرم و داستان به اشتراک بذاریم با هم دیگه، خیلی منو خوشحال میکنه. چیز رمانتیک خیلی باحالی داره. من خودم اصلا نیست بگم نومادم، خیلی اکثر آدما یه اسباب کشی موو کردن به شهر و کشور
کشور دیگه واسه شون یه چیز خیلی بیگ دیل و سخت و پیچیده ایه، میدونی؟ ولی میدونم تو اونجوری نیستی، منم اونجوری نبودم هیچ وقت، ولی تو یه لول دیگه هست، یعنی تو الان همش این برونوری جای ثابتی هم نیستی. ولی من واسه بپرسم که هنوز فانه واسه خسته شدی؟ مثلا سنم میره بالا بعد یه تایمی به قول تو رو مبل و گاراژ این برونور معلوم نیست تکلیف چیه، مثلا اذیت میشی الان یا نه همین هنوز اوکیه؟ بی واقعیتش اینه که خیلی خوش میگذره، یعنی بد نمیگذره، یعنی از از خوش گذشتن و اینا تنوعی که هستش تو زندگی من قد زیاده خیلی جذاب میکنه و اون رفاقت هایی که پیدا میشن توی جاده و تو سفر خیلی قشنگ و شیرینن. درسته که شاید لحظه‌ای باشه، شاید با یه سری آدم‌ها صمیمیت‌تر و عمیق‌تر بشه با آدم‌های سر، ولی تو اون لحظه با اون آدمم فقط تو با اون آدمم با اون دنیا با اون چند تا رفیقم با اون اکیپم و من تو هر شهر دنیا ول کنی یه اکیپی هسته که در آغوششون میتونم برم و از من تیک کیر کنن و این خب خیلی یه شاید به خاطر خب میدونی شاید کمبودایی که دارم، شاید عقده‌هایی که دارم و من برام عشق خیلی مهمه تو زندگیم همیشه باشه، جایی که احساس آرامش بکنم، احساس می‌کنم که عشق هستش. و ولی توی همین پروسه خب مثلا از کاری خیلی برام بده، من خب خیلی من هزار تا آهنگ دارم که با بدم بیرون ولی چون استودیوی ثابت ندارم نمیتونم هی تموم کنم کارامو، نمیدونم از برنامه‌ریزی کردن زندگیمو بتونم یه ذره لانگ ترم تر برنامه‌هام بچینم. من خیلی همیشه دقیقه 90 آقا این الان مثلا میرم استرالیا هفته دیگه تئاتر دارم، کنسرت دارم، بعد میرم لندن اونجا کنسرت دارم، بعد میرم تورنتو و بعدش دوباره تور آمریکا و میدونی یعنی از الان برای 2024 من کلی از برنامه‌هام چیده شده. ولی مثلا دوستان میدونی باشه که فقط 6 ماه تور نمیشه، مثلا میتونم یه جا تو زندگی واقعا برام پیش نمیاد که بگم آقا من هدف 5 سالم اینه. از این طرفی هم خب یه یأس اگزیستانشیالی دارم که میگم با پس فردا که من میمیرم دیگه بابا کون لقمه همه چی بکنیم بره دیگه. و برای همه تو تضاد بین این که بتونم یه ثباتی تو زندگیم داشته باشم و از اون ور به یه پوچگرایی نرسم که بابا بیخش آخرش که میمیری دیگه ما چیکار کنیم حالشو ببر. و توی تعادل بین این دو تا دنیا دارم همش زندگی میکنم دیگه. نکته مثبت هم همه هست، مثلا آدم میت میکنی و وقتی دیگه کانکشن های عجیبی میزنی تا ما میت میکنی به غریبه کانورسیشن هایی داری که شاید به رفیقت نزنی اصلا، میدونی ایناش خیلی باله. این برنامه رو دنیا رو میبینی من عاشق سفرم اینا، ولی من خودم حس میکنم یه جا میرسی که حس میکنی یه بیسی لازم داری، درسته؟ مثلا فکر آینده رو که میکنی سنت میره بالاتر و پیر میشی و اینا، شما میگی از یه تایم بعد که نمیتونم همه این کارو بکنم ادامه بدم یا حداقل بیسی لازم دارم یا پس فردادم پیر میشه و فلان اینا. چیزای منفیش واسه چیه الان که ببین مثلا همین دقیقاً میگم از لحاظ این که الان دیگه 43 سالمه دیگه من دیگه آخرای این ستاره دنباله داریه که تو زندگیم داشتم و جوان‌تر اول که بودم که میگم هتل اینا فکر کنم خیلی بالا هتل 5 ستاره منو میذارن و فلان، الان ولی افسرده میشم اصلا دوست ندارم. خونه دوست داری؟ خونه اینو میبری بالا ترجمه مبل ناراحت باشم ولی مثلا سگ و گربه پر رو سر کله هم بچه‌ها دارن جیبم لازم دارم که شروع پلوغ باشه دور برم وگرنه خیلی افسرده میشم. شاید ناخودآگاه حس خونه بهت میده چیز داری آره، چون همش آدم آره چون از خونمون خودمون یه جوری بی خانمان شدیم و اینا. ولی مثلا برام من توی یه پروژه تو پادکست رو داریم سعی میکنیم با یه از شنوندام انجام بدیم یه به اسم راستلند سعی میکنیم یه فارم یه جا بگیریم تا همی سمت یا کالیفرنیا یا اورگن یا واشنگتن توی وست کوست آمریکا و اونجا یه حالت یه کامیونیتی درست کنم که خیلی هم پیشرفت کرده، الان هم خیلی صحبت با خیلی بچه‌ها مخاطب میگم، یه حالت حالا شاید کراود فاندینگ باشه یا نه یه چند دوستایی که مثلا یه ذره وضعشون بهتره اونا مثلا بیان اون پایه داستان رو راه بندازن. من با خیلی دارم صحبت میکنم، همین داشتم پیاده میرم سمت خونت داشتم با یه دوستای دیگه هم صحبت میکردم، اونم اتهام توی تک توی سیلیکون ولی و بعدش خیلی خوبه سرویس خونه چند میلیون دلاری و زندگی خیلی لاکچری و فلان ولی خوشحال نیست. میگه هر دوریشته رام تو این فقط بزنین فرمو منم هستم پایم و فلان، یعنی خیلی شبیه این آدم هست، حالا چه پولدار چه فقیر فرق نمیکنه. من فکر میکنم هممون دوست داریم متعلق به یه چیزی باشیم، حالا یه چیزی بزرگتر از خودمون، حالا خانواده است یا اکیپ دوست به یه ایداله. میدونم ایرانیام که عشق لاکچری و پولم قشنگ من نمیام چیز بعدی من زیاد نیستم که پول بکوبم. تو پول همه چی داشته باشی یه چیز گرون میری میخری میای دو دقیقه باش بازی میکنی دوزی کنار، درسته؟ یعنی تو اصلا یه سوال بکنم، حالا تو وقتی برمیگردی به اون پیور هپینس اون خوشحال ترین لحظه های زندگی خود فکر میکنی که واقعا واه من چقدر خوشحالم الان، میخوام بگم اونا چه لحظه‌ای بودن و چقدر پول توش نقش داشت تو اون لحظه ها، شاید امنیت بیاره. ولی حالا آره سوال خوبه. من مثلا آره همیشه میگم یوتیلیتی پول، اگه ماهی مثلا 5000 دلار در میاری بشه 10000 دلار خیلی فرق میکنه زندگی، از 10 بشه 20 دوباره خیلی فرق میکنه، ولی این گرافش یواش یواش صاف میشه بعد حالا مثلا 50000 دلار همون کارا رو میکنی. حالا یارو میخواد یات بخره، یات گنده تر میخره، خونه مثلا خونه میخری 10 اتاق خوابه فکر میکنی خفنه، بعد یه مدت میبینی همه اتاقاش خالی افتاده. مثلا این یوتیلیتی پول هرچی بیشتر میشه به نظرم صافتر میشه چیزش و اون اولش که بیشتر هپینس میاره.